مرکز خراسان مهرماه 1358
South Bay weather looks like this. It's going to be a beautiful sunny day for September of 1987, with highs today expected to reach the upper 70s. Typical California weather at its finest. You're tuned to San Jose State Radio, KSJS. I'll be back with more news, including recent updates on the Iran-Iraq war, right after this. روز عزیز، آرزومند سلامتی تو هستم. امیدوارم از خودت به خوبی مواظبت کنی. از خواندن نامه قبلیت دریافتم که در تحصیلاتت موفق بوده ای. خیلی خوشحال شدم و به تو افتخار می کنم. بعد از مرگ پدرت، داییت بار زحمات را به دوش گرفته و برای بهبود زندگی من رنج های زیادی را متحمل شده است. اگرچه پدرت میخواست که تو یک دکتر بشوی، ولی در حقیقت او هم عقیده تو را که مطالعه در رشته هنر میباشد مغتنم و به جا میشمرد و به تو افتخار میکرد. شاید هدف تو این است که با انتخاب این رشته روحهای خسته را التیام بخشی. خواهرت خوب و در یک شرکت ساختمانی به عنوان یک سرمهندس کار می کند. متاسفانه خبر بدی برایت دارم و آن درباره بهنام می باشد. مادرش دیشب به من تلفن کرد و گفت که او در ضمن خدمت سربازیش جان خود را از دست داده است. می دانم که تو برادری نداشتی و او به جای برادر تو بود. امیدوارم که خداوند قدرت و توانایی به تو ارزانی دارد تا بتوانی این خبر تأسف‌بار را تحمل کنی. دوست
دوست و برادر عزیزم بهروز، من نامه تو را که تاریخ 6 ماه گذشته را داشت دیروز دریافت کردم. تو هم احتمالاً این نامه را 7-8 ماه دیگر دریافت خواهی کرد. خبر خوشی دارم و آن این است که 2 ماه پیش زمانی که در مرخصی بودم ازدواج کردم. او یک دانشجو می باشد و اسمش لاله است. به هر حال من به اندازه کافی وقت نداشتم که او را به خوبی بشناسم. امروز تعداد 20 عراقی را که سن آنها بین 11 تا 14 سال بود و از گرسنگی در حال مرگ بودند دستگیر کردیم. اگرچه ما به اندازه کافی برای خودمان غذا نداشتیم، از غذا دادن و کمک به آنها دریغ نداشتیم. من فقط 19 سال دارم. از بس در این مدت زجر کشیدم احساس پیری می کنم. از خدمت من بیشتر از 2 ماه باقی نمانده است، ولی مطمئن نیستم که نتوانم آن را به سلامتی به پایان برسانم. جنگ از جهنم هم بدتر است. من از دست رفتم. تمام امیدهایم از دست رفته است. برای خاتمه جنگ دعا می کنم. اجساد جوانانی به سن و سال ما همه جا دیده می شود. راه فراری وجود ندارد. تنها چیزی که باقی مانده امید است که متاسفانه آن را هم مدت هاست که از دست داده ام. در صورت پیش آمدن واقعی برای من، این عکس را برایت پست می کنم. این عکسی است که روز آخر به یادگاری به من دادی. امشب باید عمیق‌تر به طرف مرش پیش روی کنیم. همه عصبانی و ناراحتند. به خاطر می آورم زمان بچگی گاه گاهی سرباز بازی و اسلحه بازی می کردیم، بدون اینکه بدانیم که جنگ و اسلحه واقعی چه بلاهایی به سر افراد می آورد. آرزو می کنم که درسهایت خوب باشد. تو همیشه در رشته هنر شاگرد اول بودی. وقتت را بیشتر نمی گیرم. از خودت مواظبت کن. برایم نامه بنویس. دوست همیشگی تو، بهنام.
بهروز عزیز، شما به وسیله بهنام شاید درباره من شنیده باشید. من بیوه او هستم. بنا به گفته مادرش، شما نزدیکترین و عزیزترین دوست او بودید. من به خوبی شما او را نشناختم، ولی مطمئن هستم که او سربازی جانباز، پسری فداکار و دوستی وفادار بود. من این را برای شما می نویسم زیرا می دانم که شما چه احساسی نسبت به او دارید. هیچ کس نمی تواند او را زنده کند، ولی خاطره او همیشه در دلها زنده خواهد بود. خواهش می کنم جواب نامه مرا بدهید. شاید با تجدید خاطره او دلهای من قدری آرام گردد. دوست شما لاله. راستی شما خوشحال خواهید شد که بدانید من یک نوزاد پسر دارم که اسم او را بنا به آرزوی بهنام شوهرم بهروز گذاشتم. لاله عزیز، نامه تو را وقتی دریافت کردم که بی اندازه افسرده و غمگین بودم و همه چیز در نظرم پوچ بود. نامه تو و عکسی از بهروز کوچک عقیده‌ام را به کلی عوض کرد. چه صورت معصوم او نمایانگر چهره بهروز و چشمان او نمایانگر چشمان پدرش می باشد. من اگر چه دوستم را از دست دادم، ولی در عوض دارای دو دوست جدید شدم. زندگی مانند صحنه سفیدی می باشد. هر یک از ما سازنده صحنه های آن می باشیم. با علاقه و عشقی که او نسبت به فامیل و دوستانش داشت، خاطرهش همواره در ذهنها زنده خواهد بود. دوست همیشگی تو، بهروز.